سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خیلی خوش اومدین. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نشدید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدئوهای ما با خبر بشید. پرویز صیاد را کمتر کسی است که در بین ایرانیان نشناسد. 8 فیلم سینمایی صمد در سالهای بعد از انقلاب و زمانی که دستگاه‌های پخش ویدیو حکم میوه ممنوعه را داشت، مانند کیمیا در ایران دست به دست می‌شد. خودش می‌گوید عشق و محبتی که ایرانیان به او نشان می‌دهند به او توان و انرژی داده که تا این سن همچنان بر روی صحنه بماند. می‌گوید برایش تعریف کردند که در کمپ‌های پناهندگان در اروپا برای بچه‌ها نوارهای صمد را می‌گذاشتند تا کمی از غم و نگرانی بزرگترها دور شوند و در دنیای عین الله و قوچلی و صمد و لیلا به ایرانی سفر کنند که امروز بیشتر به افسانه می‌ماند. پرویز صیاد از بازیگران سینمای ایران قبل از انقلاب است که علاوه بر بازیگری، نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی را نیز در کارنامه هنری خود دارد. او در سال 1318 در لاهیجان به دنیا آمد و در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران دانش آموخته شد. فعالیت هنری خود را در سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه آغاز کرد و در سال 1337 به نمایشنامه نویسی نیز مشغول شد. صیاد فعالیت در سینما را از سال 1338 با فیلم میمیرم برای پول به عنوان نویسنده آغاز کرد. او در نقش صمد بسیار معروف شد و فیلم‌های طنز انتقادی، اجتماعی و بعضاً سیاسی در این نقش بازی کرد. همچنین برای چند فیلم شعر، تدوین، نوازندگی، مشاور فیلمنامه و طراحی چهره پردازی را انجام داد. چند کتاب نیز نوشت. در سال 1358 در پی مهاجرت به اروپا نخستین فیلم خود پس از انقلاب را به نام فرستاده به همراه رضا آریا تهیه کنندگی کرد. سپس به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا فعالیتش را در تئاتر و تلویزیون ادامه داد. صیاد فعالیت خود را از 18 سالگی در سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه آغاز کرد، اما میگوید کسی سفارش شعر یا قصه کوتاه به من نمیداد. در مقابل شعر و قصه نویسی، گروه‌های نمایشی برای نمایشنامه تقاضا زیاد می‌دادند، برای همین رو به نوشتن نمایشنامه آوردم. همین شد که همکاری خود را با اداره هنرهای دراماتیک برای تئاترهای تک پرده‌ای کانال خصوصی شبکه 3 شروع کردم. صیاد در سال 1346 تا سال 1349 نویسنده سریال سرکار استوار بود که یک نقش گذرا به نام صمد را نیز بازی کرد. همین نقش کوتاه مورد استقبال عجیبی قرار گرفت و باعث شد یک سال بعد اولین سریال صمد و قالیچه حضرت سلیمان به کارگردانی و بازیگری پرویز صیاد در تلویزیون پخش شود. او با این سریال در نقش صمد به شهرت عجیبی رسید. محبوبیت صمد 9 فیلم سینمایی را به دنبال آورد که آخرینش صمد گور به گور می شود نام داشت که به راستی هم گور به گور شد، چرا که این آخرین مجموعه مصادف با انقلاب شد. پرویز صیاد با یکی از آشناهای خود به نام پروین ازدواج کرده و صاحب 2 دختر به نامهای مریم و بنفشه می باشد که همگی در آمریکا اقامت دارند. مدتی قبل از انقلاب برای آماده سازی فیلم جدید خود در لندن بود که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و او مجبور شد برای همیشه ماندگار شود. بعد از لندن او به آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا فیلمی به نام فرستاده را ساخت. این فیلم برنده چندین جایزه شد و راه را برای ادامه کار و ساخت فیلم‌های دیگر وی باز کرد، اما این موفقیت در ادامه چندان جلب توجه نکرد. او در حال حاضر تئاتر و نمایش‌های کمدی در آمریکا اجرا می‌کند. ایشان در سال 1346 به صورت رسمی وارد دنیای بازیگری شد و یک سریال تلویزیونی که 200 قسمت داشت را به نام سرکار استوار تولید کرد. سریالی که از تلویزیون ملی ایران در زمان شاه پخش می‌شد. این مجموعه از پرشمارترین سریال‌های قبل از انقلاب محسوب می‌شد که نقش اصلی آن را عبدالعلی همایون بر عهده داشت. مجموعه سرکار استوار مورد استقبال مردم قرار گرفت و او تصمیم گرفت که قسمت‌های مختلفی را با نام صمد در سینما تولید کند و به همین دلیل فیلم‌های مختلف صمد را تولید کرد. حسن کچل در سال 1349 یکی از مهمترین کارهای سینمایی او به شمار می‌آید.
فیلمی که بازیگران شناخته شده‌ای همچون کتایون امیر ابراهیمی و ثریا بهشتی و حمیده خیرآبادی در آن بازی می‌کردند. فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی که به صورت موزیکال ساخته شد، در سال 1349 بیش از 10 میلیون تومان فروش داشت. صمد به مدرسه می‌رود مهمترین و پربیننده ترین فیلمی بود که در سال 1352 تولید کرد و علاوه بر اینکه کارگردانی و بازیگری آن را بر عهده داشت، تهیه کننده و نویسنده آن نیز بود. آقای صیاد که در لس آنجلس زندگی می‌کند، در روزهای پیش از انقلاب 39 سال داشت و چند ماه پیش از بهمن 57 برای انجام یک پروژه سینمایی به اروپا رفته بود. در مصاحبه‌ای گفته است که چند ماه قبل از 22 بهمن، یعنی در واقع من در تابستان سال 57 از ایران بیرون آمدم. به خاطر اینکه آن روزها اگر خاطرتان باشد فعالیت‌های سینمایی و تئاتری که همیشه محدود بود فعالیت‌ها، ولی کار من که سینما بود به طور کلی متوقف شده بود. تولید فیلم و حتی نمایش فیلم هم دچار اشکال شده بود، باعث شده بود من بار سفر ببندم و به اروپا بیایم. برای اینکه یک پروژه ساختن فیلم مشترک با یک کمپانی آلمانی داشتیم که این معوق مانده بود. من خواستم از فرصت استفاده کنم و بروم این پروژه را روی قلتک بیاندازم که دیگر هرگز عملی نشد. من حالا نمیگویم فیلم خوب بسازم یا بد بسازم، من صمد میساختم. سالی یک دانه صمد میساختم که عید پخش میشد. الان 8 تا فیلم صمد هست که نسبت به سینمای گذشته خودتان میتوانید آمار بگیرید که آن فیلمها بیش از بقیه دیده میشود و دیده شده، چه در خارج کشور و چه در داخل کشور. 8 تا فیلم صمد که به اصطلاح سرگرم کننده است و هیچ ادعایی هم راجع به آن ندارم. اگر سالی یک فیلم می ساختم الان می شد 48 تا فیلم صمد. می شد مجموعه بیش از این 8 تا مردم را سرگرم کند یا بخنداند، یا به قول شما اشارهی به جوامعی که در آن زندگی می کند در این فیلم ها باشد. نگاهی حتی گذرا به زندگی در روستا و ده، مردم، مشاغل مختلف نسبت به هم، روابط مردم نسبت به هم. اینها محتوای 8 تا فیلم موجود صمد است که میشد الان 48 تا باشد. اولا من باید نکته ای را اصلاح کنم. این سابقه سینمایی میمیرم برای پول را باید درست کنم. من همیشه از این عنوان به خصوص که اولین فیلمی است که به من نسبت داده می شود بدنم یک جورایی کهیر می زند. فیلمنامه ای بود که من در جوانی نوشته بودم. اسمش بود تلخ و شیرین. فیلمنامه این تلخ و شیرین را از من گرفتند و رفتند یک فیلم ساختند. بعد که فیلم به بازار آمد دیدم اسمش را گذاشتند میمیرم برای پول. این است که من اصلا از همان اولین تجربه خودم خیلی مایوس و دلسرد شدم، چون خیلی فاصله داشت این عنوان با آن چیزی که خود فیلم حکایت میکرد که درباره دو جوان علاف بود که دنبال کار میگشتند. این یک کمدی بود که بعدها در فیلم مظفر هم این دو جوان را ما دیدیم که من بازی میکردم و نوزر آزادی. خیلی دوست داشتم امکانی وجود داشت که این اصلاح یک جایی به عمل می آمد. به هر حال من کار اصلیم را در واقع تئاتر می دانم. من با نمایشنامه نویسی کارم را آغاز کردم و نمایشنامه نویسی راه من را هموار کرد تا به تئاتر اداره هنرهای دراماتیک بروم. گروه های جوانی که تازه کار خود را در تلویزیون شروع کرده بودند از طرف اداره فرهنگ و هنر هر هفته برنامه های نمایشی می گذاشتند. من شروع کردم برای آنها نمایشنامه نوشتن و کار اصلی من در واقع آن شد. بعد تازه رفتم به دانشگاه. صمد هم چون این سرنوشتی پیدا کرد. من روز اول که صمد را می ساختم واقعا برایم کار جدی نبود، ولی کم کم جدی شد، چون دیدم مردم نسبت به آن علاقه نشان می دهند و همین علاقه احترام برای من به وجود آورد. و بعد کارهای صمد به تدریج فیلم های بهتری شد از فیلم هایی که قبلا ساخته می شد. یعنی فیلم اول با فیلم آخر صمد خیلی تفاوت دارد، از نظر ساختاری، از نظر قصه و از نظر محتوا. این سرنوشت بسیاری از کارهای جدی و دراماتیک است. تئاترهای دراماتیکی که در کشورهای دیگر اجرا می شود اغلب با کمکهای دولتی روی صحنه می روند. حتی در انگلیس که مهد تئاتر جهان امروز است، بدون کمک دولتی تئاتر شکسپیر هم حتی نمی تواند هزینه های خودش را درآورد. ولی از آنجا که مردم به کارهای شادیاور اقبال بیشتری دارند، این نوع کارها اصلا احتیاجی به کمکهای دولتی و مؤسسه های خیریه ندارد. خود به خود هزینه های خودش را تأمین می کند. این خاصیت سینما و تئاتر در همه جهان است، یعنی اختصاص به کشور ما ندارد. شما می‌بینید که فیلم‌های کمدی در جاهای دیگر هم خواهان بیشتری دارد تا فیلم‌های جدی. فیلم‌های جدی بیشتر به خاطر علاقه سازندگانشان ساخته می‌شوند، در حالی که اگر به خواست مردم توجه داشته باشیم، فیلم‌های کمدی برد بیشتری دارد. خب دوستان عزیز، ممنونیم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.